و باز هم درباره المپیک 2024 پاریس که مراسم افتتاحیش فردا جمعه برگزار میشه، در حالی که رقابت در بعضی از رشته ها از دیروز شروع شده. برای جزئیات بیشتر همراه هستیم با همکارم علی امادی که از لس آنجلس همراه ماست. علی، برامون بگو از مراسم افتتاحیه و حواشی پیش از آغاز رسمی المپیک و ورزشکارهای ایران. امروز اولین ورزشکار ایران ظاهرا رقابتش رو در رشته تیر و کمان آغاز کرده. درسته مهتاب، همونطور که اشاره کردی مبینا فلاح تنها نماینده تیراندازی با کمان ایران هست که اولین حضورش هم در المپیک داره تجربه میکنه. تو مسابقه ترنی رنکینگ سطح تیر و کمان در رشته کمان ریکرو انفرادی فقط شرکت میکنه که یک روز قبل از افتتاح رسمی بازی پاریس 2024 برگزار شد. اون شرکت کرد، 72 تیر زد، 652 امتیاز آورد و در بین 64 ورزشکار رشته ریکرو انفرادی جایگاه 28 رو به دست آورد که جایگاه خوبی هست نسبت به دوره‌های قبلی که ایران در ریکرو حضور داشته، ریکرو انفرادی مردان زنان. و با این نتیجه خب در اولین مسابقه رسمیش باید با نماینده ویتنام روز شنبه روبرو بشه که حریف سختی براش نیست. همونطور که بازم اشاره شد بهش، بعضی از اشتها از روز گذشته، دو روز قبل از افتتاحیه شروع شد. هندبال، فوتبال و راگبی از دیروز آغاز شد. اتفاق مسابقات فوتبال با جنجال همراه شد. جاسوسی کادر فنی تیم فوتبال زنان کانادا از تمرینات تیم نیوزیلند که با یه درون، با یه پهپاد داشتن جاسوسی میکردن تمرینات رو، باعث شد که دو نفر از کادر فنی تیم کانادا دیپورت بشه به در واقع تورنتو و جنجال رسانه‌ای هم داشت. جنجال بازی فوتبال مردان هم خیلی سر و صدا کرد. در یه اتفاق نادر توی یکی از 8 مسابقه دیروز، سوت پایان دیدار تیم‌های آرژانتین، تیم امید آرژانتین و مراکش تو ورزشگاه سنتیان بعد از 4 ساعت به صدا درآمد، چون آرژانتین توی دقیقه 16 وقت اضافه تلف شده که داور حساب کرده بود به گل تساوی رسید، دومین گلش رو زد، ولی با هجوم تماشاگرها به زمین بازی داور مجبور شد قطع کنه بازی. و بعد که تماشاگرها استادیوم رو تخلیه کردن و رفتن، بازی دنبال شد. داور بعدش اومد از وی آر بازبینی تلویزیون، در واقع دوربینای تلویزیونی، مشخص شد که گل دوم آرژانتین آفساید بوده و بعد مراکش 2-1 پیروز شد. بعد از این جریان خب فدراسیون فوتبال آرژانتین به فیفا، به فدراسیون جهانی فوتبال شکایت کرد. برگزار کنندگان بازی‌های المپیک هم اعلام کردن که خب دارن بررسی می‌کنن چی همچین اتفاق عجیب غریبی که 4 ساعت طول بکشه مسابقه تا سود پایانش بخوان جلوگیری کنن یا از تکرارش، در واقع دارن تحقیقات میکنن. ولی مراسم افتتاحیه برای اولین بار همونطور که توی گزارش قبلی هم اشاره شد روی رودخانه سن برگزار میشه. ورزشکاران تو قایق رژه میرن. در واقع تعداد ورزشکارای کادر فنی هر کشوری خب خیلی محدوده. مثلا کاروان ایران 16 تا سهمیه ورزشکار داره، 6 تا سهمیه مربی و کادر فنی که سوار قایق میشن. حالا با توجه به اینکه مسابقات شنبه صبح بعضی از این رشته ها شروع میشه، خب بعضی از رشته هایی که دیرتر مسابقه میدن حضور دارن، مثلا ژیمناستیک خب باید باشه، پرچم داره، تنیس روی میز همینطور، شمشیربازی، قایقرانی و تیر و کمان تو مراسم رژه حاضر میشن. ولی مثلا علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی شمشیربازی تو رژه نخواهد بود. مهدی الفتی که تنها نماینده ژیمناستیک ایران هست، پس از 60 سال ایران رو صاحب سهمیه ژیمناستیک کرد در المپیک، قهرمان در واقع مدال نقره جام جهانی 2022 آلمان رو داره و قهرمان بازی آسیایی در سال 2022 هانگژو، خب پرچمدار ندا شهسواری هستش، برای سومین سال هست، سومین بار هست در تنیس روی میز، در واقع در 38 سالگی المپیک رو داره تجربه میکنه، سومین المپیکش هست، پرچمداران ایران هستن. به هر حال با همراهان مجموع سهمیه ایران تو بازیای مراسم افتتاح بازی المپیک پاریس جمعا 34 نفر میشه. یه عکسایی از لباس ورزشکاران ایران هم بالاخره منتشر شده. همیشه یونیفرم ایران مورد بحث و جدل بوده، حالا بعضی وقتا از طرف کاربران شبکه های اجتماعی مورد تمسخر قرار می گرفت. به هر حال جنجال خبری همیشه روبرو بوده. امسال به بهانه عاشورا تو آسیا گفتن که مثل اینکه چرا خاموش لباس ها رو به ورزشکاران دادن و دیگه خبری از رونمایی و اینها نبود. حالا عکساش منتشر شده. ولی خود این مراسم جمعه بعد از ظهر، فردا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز میشه. برای اولین بار رژه روی رودخانه سن هست. همونطور که می دونید مقامات فرانسه گفتن که بیش از 100 هزار نفر در کنار رودخانه سن این رویداد رو تماشا میکنن، تا 220 هزار نفر هم
میتونن تو جاده هایی که در امتداد رودخانه سن هست، در مناطقی که مشرف به این رودخانه هست، اساسا از فاصله 5 6 کیلومتری ببینن. اطلاع رسانی در مورد مراسم یا قسمت سرگرمی خواننده ها، هنرنمایی ستاره هایی که در مراسم افتتاحی همیشه است، اغلب برای المپیک نمیشه که یه سورپرایز باشه، اما شایعاتی بعد از دیده شدن لیدی گاگا و سلین دیون وقتی که توی هتل رویال مونسو مثل که دیده شدن و به حال این شایعات به وجود اومده. سلین دیون در این مصاحبه هم که با نشریه ووگ در فرانسه داشته تقریبا اشاره کرده که تو مراسم افتتاحی حسال چه کار خواهد کرد مشخص نیست. اگر سلین دیون برنامه اجرا کنه، این اولین اجرای اون هستش بعد از تشخیص سندروم انقباض عضلانی که در دسامبر سال 2022 گفتن که بهش مبتلا شده سلین دیون. البته سلین دیون در سال المپیک آتلانتا 1996 هم اجرا کرده بود 28 سال پیش. در همین ارتباط تی ام زی که گزارش های حواشی خواننده ها رو خیلی دنبال میکنه گفته که لیدی گاگا و سلین دیون قرار دو نفری ترانه کلاسیک لویان روز رو اجرا بکنن. اسمای دیگه هم شایع شده مثلا دوالیپا، آریانا گرنده و خیلی دیگه، ناکامورا که هیچ کدومشون تایید نشدن که خواهند بودن. یکی دیگه از افراد عجیب غریب که اعلام نامش برای حمل مشعل المپیک خیلی سر صدا کرد، خواننده رپ آمریکایی اسنوب داگ هستش که قرار به عنوان بخشی از مراسم باشه و مشعل رو به برج ایفل تو ایسکای آخر در شهر در سندنیس ببره. حالا موضوع امنیت داخلی هم خیلی بالا گرفته، همونطور که اشاره شد در گزارش پیشی وزیر خارجه اسرائیل به امتای فرانسویش در مورد خطرات احتمالی گفته. یک نفر هم دستگیر شده که روسی هستش و بیش از 1,000,000 نفر رو در واقع بک‌گراند چک کردن. ولی جالب‌ترین خبر برای من خیلی کوتاه بگم در مورد امنیت المپیک هستش که لس آنجلس تایمز گزارش داده پلیس لس آنجلس برای کمک به امنیت بازی المپیک تابستانی 2024 به پاریس رفته و جالبه که برای اولین بار ژاندارمری فرانسه اجازه داده پلیس کشور خارجی تو این شهر مسلح باشن، که اینم چیز جالبی بود و جدیدی بود. خانم ژیل بایدن هم سفر کرده به پاریس، بعد ببینیم که مراسم افتتاحیه چگونه خواهد بود. ممنونم از علی امادی همکارم در شهر لس آنجلس.